با سلام به همه دوستان آزادی خواه ایران و جهان. سوال در مورد حمید نوریه. حمید نوری رو خیلی از ایرانی ها خب میشناسن، حداقل سیاسی هاشون میشناسن، کسی که به نوعی در کشتار سال 67 دست داشته، نه مستقیم بلکه غیر مستقیم، در کنار اونهایی که هیئت مرگ بودن کمک کرده. در سوئد این رو میپذیره که محاکمه بکنه و محاکمه او به طور در واقع در سال دو سال گذشته که محاکمه بود، 10 ماه تمام مردم جهان شاهد بودند که کسایی که ماجرا بر سرشون مستقیم آمده بود و غیر مستقیم هم شاهد بودند، اومدند و شهادت دادند که نقش آقای حمید نوری چه بوده و چه کارهایی و چه جنایتی کرده. طوری که بعد از پایان 10 ماه دادگاه در واقع اون رو به حبس ابد محکوم کرد. معمولا در کشوری اروپایی این حبس در واقع نهایت حبس برای یک فرد میشه و تا دادگاه تجدید نظر هم دوباره حبس ابد رو تأکید کرد و تأیید کرد. این برای اونهایی که در واقع دادخواهان یک پیروزی محسوب میشد و یک خوشحالی به همراه داشت که به هر حال ما یک جنبه و یک تصویری دیدیم از اینکه صدای ما به جایی خواهد رسید. صداهایی که در واقع اون روزها آمدند و با بغض‌های در گلو سخن گفتند از آنچه که در سال 67 بر جوانان این مرز بوم گذشت رو خیلی ها به ثبت رسوندن. این جنایت من میتونم بگم که یک پیروزی بود که این جنایت به ثبت رسید و خیلی ها بعدها در تاریخ خواهند گفت که چه در سرزمین ایران در سال 67 چه گذشت، چه ماجرایی گذشت، اگر چه که خیلی از مسائل آشکار نبود، آشکار نشد، چون شاهدان حضور نداشتن، از جمله کشتار که در اوین رخ داد، صدها جوان رو در طی روزهایی در تابستان 67 اعدام کردن. از این سخنی به من نیومد، چون آقای عباسی یا حمید نوری در گوهردشت بود و شاهدان در گوهردشت سخن گفتن، و یا دادگاه شکنجه نماز که خود من یکی از اونها بودم و هیئت مرگ در واقع ما رو محکوم کرد به شکنجه نماز تا خواندن نماز رو در دادگاه مطرح نشد. اما این خیلی مهم بود که این مسائل گفته شد و بسیاری این رو دونستن و این یک پیروزی محسوب می شد و می شود. در مورد اینکه دیروز این خبر اومد که آقای نوری بازگشته به ایران و این چه اثری میتونه داشته باشه و یا چگونه بوده، برای من شوک‌آور نبود که آقای نوری به کشور بازگشته، چون که این زمزمه مدت‌ها بود در سوئد مطرح بود و وقتی سوئد در واقع میره قرارداد خوش با خوشحالی مسئله به ناتو میپیونده و میاد کنار ترکیه قرار میگیره و جز یکی از اعضای ناتو میشه، براش طبیعتاً این مهم خواهد بود که خب وارد معامله با جمهوری اسلامی بشه از یک طرف. از طرف دیگه مسئله جان دو تا زندانی رو که در ایران بودن خب با این معامله شد و اونها بازگشتن به کشور سوئد. این برای من خب باعث خوشحالیه که جان دو انسان در این میان نجات داده شد.
اگه البته یک سوالی هم برای من پیش اومد، چرا آقای جلالی در میان این زندانی ها نبوده و آزاد نشده؟ این سوالیه که خیلی از مردم سوئد از جمله همسر اون، من میدونم که این سوال رو داره که چرا آقای جلالی جزو آزاد شدگان نیست. این یک موضوعیه که در این مورد هست و ولی شوکاور نبود بازگشت نوری، آزاد شدن نوری و به ایران برگشتن، چرا که مقدمات کار هم فراهم شده بود. اینها میتونن استدلال بکنن که طبق قوانینی که در پارلمان گذشته، زندانیان هر کشوری، کسایی که جرایم جنایتی مرتکب شدن برمیگردن به کشور خودشون، اگرچه در کشور ما طبیعتاً آقای نوری استقبال شدند و جایزه خواهند گرفت یا مقامی خواهند گرفت، کما اینکه آقای رئیسی که امروز خودشون حذف شدن، در واقع جزو هیئت مرگ بودند و رئیس جمهور کشور ما بودند، و یا آقای محمدی که جزو هیئت مرگ هستند بودند، الان جزو کسایی هستند که برای کاندید ریاست جمهور شدند. این چیزی هستش که در کشور ما در این چند چهل ساله، چهل و چند ساله جاری هستش و دادخواهان همچنان بر داد خواهند کوبید و اینکه تلاش خواهند کرد که صدایشان، اگرچه اون صدای رسا نیست، آنچنان که صدایشون رو به هم دیگه پیوند بدن و این صدا رو برسونن به جهان. اون چیزی که برای من شوکاور بود در واقع در هفته گذشته، ربطی هم به آقای نوری نداره ولی یک جوری غیر مستقیم ربط داره، وقتی که آقای رئیسی در واقع کشته شد، آن چیزی که سازمان ملل یک دقیقه سکوتی که انجام داد برای من خیلی دردآور و شوکاور بود. اگرچه دیپلماسی جهان رو به نوعی میشناسم، اگرچه میدونم که اینا قوانینی دارن، اما در لحظه که این خبر رو شنیدم، تک تک کسایی که عزیزایی که در واقع از دست دادم، تک تک کسایی که از سال 60 به این طرف اعدام شدند و زیر شکنجه کشته شدند و زندگی سختی رو در زندان ها گذروندن و میگذرونن، جلوی چشمم اومدن و فکر کردم که آیا جهان جای عدالت هست و اینکه چگونه اینها سکوت کردن. اینکه چند نفر سکوت کردن اهمیتی نداشت، ولی این سکوت برای من سکوت دردآوری بود و یادآور سختی های آنچه که بر ما گذشت بود، یاد این شلاق هایی که بر تن من به خاطر نخواندن نماز جاری شد بود، یادآور اعدام همسرم بود که در 5 مرداد 67 اعدام شد، یادآور اعدام برادرم بود که در سال 60 بود، یادآور اعدام فاطمه مدرسی تهرانی بود، یادآور خودکشی پروین گلی آبکنالی بود، یادآور خودکشی مهین بدویی بود، یادآور کشته شدن سهیلا بود کهن درویش، یادآور صدها دختر جوان مجاهد بود که در بند ما بودن و بیش از 40 نفرشون در بندی که من بودم اعدام شدن، یادآور کشته شدن بیش از 5000 زندانی سیاسی در ایران بود که اینها بر در واقع یک کلیک زدم به در واقع اون سکوت، یک دقیقه سکوت سازمان ملل و اینکه آقای حمید نوری و بازگشت او. اینها شاید که کسایی بپرسن که ارتباطی با هم ندارن یا دارن، من میگم دارند و
به هر حال جهانی که داره این معادله و این معامله رو پیش میبره و ما مردم جهان هستیم که همچنان میخواهیم که دادخواه هستیم و از مراکز حقوق بشری میخواهیم که داد بستاییم و اینکه در ایرانمان بتونیم روزی اینکه آقای حمید نوری، آقای محمدی، آقای نیری، آقایانی که اسمشون شد الان من نبرم ولی به دادگاه ها بشینن به ما پاسخ بدن که در سال 67 چی گذشت، در سال 60 چی گذشت و امروز در سال 94 چی گذشت و در سال گذشته چی گذشت. این همه کشتار و این همه از بین رفتن جوانان این کشور که هر کدوم میتونستن با وجودشون با زنده بودنشون حرکتی بکنن رو به جلو، آجری روی آجر بگذارن یا پیش ببرن مسائل درستر و مثبت‌تر رو، چرا که کشور ما به اینها احتیاج داشت و داره و اینکه امروز این همه مغزهای جوان که داره از کشور میگریزند به سرزمین‌های دیگه پناه میبرند و اینا همه جای تأسف داره. اونهایی که حاکمانی که این رو به روز ملت ما آوردن آیا فکر میکنن که باید این متوقف بشه؟ آیا فکر میکنن که سرزمین ما داره خالی از جوانهایی میشه که آینده این مملکت رو بنا خواهند گذاشت و آینده این مملکت رو درست خواهند کرد؟ این بود صحبت های من برای این برنامه شما. به هر حال من معتقدم روزی مردم ما به پیروزی میرسند، با آن چیزی که میخواهند میرسند و این رو با هم و دست به دست هم میتونیم پیش ببریم و عدالت روزی پیروز میشه و به امید روزی که جهان جای عادلانه‌ای باشه برای زیستن و ایران جایی باشه برای زندگی بهتر برای همه و برای جوانان ما که امروز دارند رای دیار غرب میشن. به امید آن روز.